بنام خدا و با عرض سلام به خبرهای ساعت 9 از 1 خوش آمدید. جان کری با هر دو نامزد ریاست جمهوری و نیز با رئیس جمهور کرزی برای حل بحران انتخاباتی پشت درهای بسته دیدار و گفتگو کرده است. دکتر اشرف غنی احمدزی در دیدارش با این دیپلمات آمریکایی در سفارت آمریکا در کابل پذیرفته است که صندوقهای رای تفتیش گسترده و عمیق شوند. در این حال دکتر عبدالله در دیدارش با جان کری ابراز امیدواری کرده است تا یک رای حل مناسبه برای بیرون رفت از بحران پیش آمده اتخاذ شود. رئیس جمهور کرزی نیز گفته است هر گونه رای حل را که برای بیرون رفت از این معضل از راه قانونی افغانستان و در تفاهم با هر دو نامزد صورت گیرد میپذیرد. گفتگوهای جان کری با دو نامزد ریاست جمهوری پایان نیافته است و همچنان ادامه مییابد. دسته های انتخابات این دو نامزد میگویند که در گفتگوهای روز جمعه مسائل کلی انتخابات به بحث گرفته شد، اما درباره جزئیات آن بحثی انجام نشد. با گفته این دسته های انتخاباتی دور دوم گفتگوها نیز به زودی برگزار خواهد شد. دسته انتخاباتی عبدالله عبدالله طرح پیشنهادی سازمان ملل برای بررسی 8000 محل رایدهی را رد کرده است. این ستاد خواهان بررسی 11000 محل رایدهی زیر نظر افراد فنی جامعه جانی و نیز برکناری ستار سعادت رئیس کمیسیون شکایت های انتخاباتی است. تیم اشرف غنی احمدزی میگوید با آنکه بیشتر آرای این 8000 محل مربوط این تیم است، با آن هم این طرح را میپذیرد. جنرال جان کمپل نامزد فرماندهی کل نیروهای ناتو در افغانستان هشدار میدهد در صورت که روند انتقال سیاسی به گونه مسالمت آمیز در افغانستان صورت نگیرد، نیروهای ائتلاف پس از سال 2014 افغانستان را ترک خواهند کرد. آقای کمبل که در کنگره آمریکا سخنرانی میکرد، انتقال مسالمت آمیز قدرت سیاسی در افغانستان را برای ماموریت های واپسین نیروهای ائتلاف در افغانستان مهم پنداشته و از نامزدان ریاست جمهوری خواسته است از بدل شدن افغانستان به ورشکستگی جلوگیری کنند. ایجاد حکومت ائتلافی هیچ توجیه حقوقی ندارد. شماری از آگاهان به این نظرند که برای شکستاندن بنبست انتخاباتی از رای ایجاد یک حکومت ائتلافی هیچ توجیه قانونی نمیتوان پیدا کرد. در این حال نهاد انتخابات شفاف افغانستان باورمند هست که حکومت ائتلافی یا مشترک نمیتواند یک حکومت پاسخگو و کارا باشد. ایجاد حکومت ائتلافی راهی برای شکستاندن بنبست انتخاباتی افغانستان، آنچه که این روزها زیاد مطرح می شود. اما شاید پس از ناکام ماندن هر گزینه دیگری برای شکستاندن این بنبست از این گزینه استفاده شود. شماری از آگاهان در کابل ایجاد حکومت ائتلافی را به عنوان یک راه حل سیاسی می پذیرند، اما تاکید می کنند که به هیچ وجه این گزینه توجیه حقوقی ندارد. یک راه حل سیاسی هست، اما یک راه حل حقوقی نیست. یعنی طرفین یا دوستای بین المللی ما هیچ گاهی چنین سندی را میان آورد مطرح کرده نمیتونن که مستند به کدام ماده قانون اساسی یا کدام قانون دیگر ائتلاف صورت گرفته. یک راه حل سیاسی میتونه باشه، اما یک راه حل حقوقی نیست. این توجیه حقوقی نمیتونه داشته باشه. اما نهاد انتخابات شفاف افغانستان تاکید دارد که پس از اعلام نتیجه نهایی انتخابات، ایجاد یک حکومت ائتلافی یا مشارکتی نمیتواند یک حکومت پاسخگو باشد، لذا باید یکی از دو طرف به عنوان اپوزیسیون یا جریان سیاسی مخالف کار کند. در هر حکومت ها در نظام های دموکراتی ما به دو گروه مشخص نیاز داریم. کسی اگر در رأس حکومت قرار میگیره، کسی دیگه باید در رأس اپوزیسیون قرار بگیره. اپوزیسیون قوی و تعریف شده میتونه بسیار کمک کننده باشه بر سرنوشت کشور، بر سرنوشت یک جامعه و بر سرنوشت برای آینده خیلی خوب دموکراسی در افغانستان. پیش از این جیمز دابنز فرستاده ویژه آمریکا در امور افغانستان و پاکستان از ایجاد حکومت مشترک برای رهایی از بنبست کنونی سخن زده بود، آنچه که حالا وزارت خارجه آمریکا آن را به گونه‌ای رد می‌کند. هیچ شک وجود ندارد که آمریکا خواستار یک افغانستان متحد است، اما این وابسته به رئیس جمهور آینده افغانستان است تا در مورد ترکیب حکومت خود تصمیم بگیره که آیا حکومتش گسترده و فراگیر باشد و یا خیر. اما ما بعضی از پیشنهادهایی را میکنیم تا انتخابات افغانستان به یک نتیجه خوب برسد. ما خواستار تجزیه افغانستان نیستیم و نمیخواهیم نامزد را ببینیم که قدم به خاطر تجزیه افغانستان برمیدارد. ما از هر دو نامزد میخواهیم تا هر قدمی را که برمیدارند به خاطر ثبات و وحدت مردم افغانستان باشد. پیش از انتخابات هیچ کس فکر نمیکرد که تا این اندازه انتخابات جنجالی شود، جنجالی که حالا همه را نگران ساخته است. باید دید که سرانجام کار به کجا میکشد.
حفظ و انکشاف وضعیت موجود یا برگشت به گذشته. پلیس سرحدی ولایت هرات از کشف و ضبط 130 کیلوگرم مواد مخدر خبر داد. محمد جمادیل فرمانده زون 705 پلیس سرحدی گفت این مقدار مواد مخدر پس از یک درگیری با قاچاقچیان از ساحه 40 دختران و ولسوالی کشک و بادسنگی به دست پلیس افتاد. عدیل افزود قاچاقچیان قصد داشتند این مواد مخدر را به ولسوالی گلران انتقال دهند اما موفق نشدند. از امرویتان سپاس، خدا نگهدار.